پوسیدن اجباری عکس خامنه ای. اخیراً ویدیویی در فضای مجازی پخش گردیده که نشان می‌دهد دانش آموزان ابتدایی را به صف کرده اند تا عکس رهبر جمهوری اسلامی را ببوسند. این اقدام عقب مانده که عین دیکتاتوری و آزار کودکان است، بی‌شباهت به رفتار حکومت کره شمالی با شهروندان خود نیست. حکومت کمونیستی کره شمالی با پروپاگاندای خاص خود برای حفظ کیش شخصیت پدر و پدر بزرگ رهبر فعلی، مردم آن کشور را وادار به تعظیم در برابر مجسمه‌های آنان و بردن دستگل پای مجسمه‌های رهبران قبلی می‌کند. کار نظام شیعه سالار حاکم بدانجا کشیده که برخلاف گفتار مراجع قدیمیش که حتی عکس برداری را خلاف شرع می دانستند، کودکان را وادار به بوسیدن عکس علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی می کند. خامنه ای مردم را به خودسوزی کشاند. روز گذشته ویدیو دلخراشی از خودسوزی یک هموطن مالباخته در مقابل ساختمان مدیریت بورس تهران در صفحات مجازی منتشر شد که از عمق فشار روحی از دست دادگان زندگی و مال باختگان در بورس تهران حکایت دارد. هرچند پلیس تهران این ویدیو را مربوط به سال 98 می‌داند، اما اصل و ماهیت ماجرا همان است که ویدیوی آن منتشر شد. مردی که از دست ظلم ظالمان حاکم به تنگ آمده و مستأصل از فشار روحی، شیوه اعتراض خود را در وسط خیابان پرتردد به شیوه خودسوزی نشان داد. این شیوه اعتراضی که به هیچ عنوان قابل تأیید نیست، نشان می‌دهد که مردم از دست اجحاف و انواع دست‌اندازی‌های رژیم به جیب آنان به تنگ آمده و خود را نابود شده می‌پندارند. مسئول مستقیم این جنایت کسی جز علی خامنه ای نیست که مردم را تشویق به سرمایه گذاری های بی پشتوانه مثل خرید در بورس بی اعتبار و مافیای تهران می کند. تا کنون ده ها نهاد جعلی سپرده گذاری در ایران پس از جذب پول های مردم در سراسر کشور ناپدید و یا ورشکسته اعلام شده اند. مؤسسه سپرده گذاری کاسپین، شبه بانک ها و مؤسسات مالی با عنوان های عوام فریبانه مذهبی طی سالیان اخیر هم سود سپرده و هم اصل پول مردم را به باد فنا داده و ناپدید شده اند و تاکنون هیچ نهادی برای رسیدگی به این تخلفات و کلاهبرداری های حکومتی که مشتی آخوند و دیگر صاحبان قدرت در آن سهیم هستند پاسخ نگفته است. گفتنی است که خرید سهام از بورس تهران که با تشویق رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، گفته می شود بیش از نیمی از مردم ایران را به روز سیاه نشانده است. طبق گزارش تجارت نیوز، 46 میلیون ایرانی 40% از دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک بیپناه و درمانده اند. گروگانگیری رژیم ادامه دارد. نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی انگلیسی و ایرانی که 5 سال در زندانهای حکومت اسلامی گروگان رژیم بوده، بار دیگر با یک جرم ساختگی به 1 سال زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکومت اسلامی از آنجایی که با دنیا سر جنگ دارد و در عرصه بین المللی راه مذاکره و دیپلماسی را نمی داند، همواره با حمله وحشیانه گروه های بسیجی خود به سفارتخانه ها مثل سفارت آمریکا، انگلیس و عربستان و نیز دستگیری افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان از جهان اخاذی کرده است. شیوه ای از راهزنی و اخاذی که حتی در حکومت منزوی کره شمالی هم به ندرت اتفاق می افتد. نازنین زاغری که دارای همسر بریتانیایی و فرزندی خردسال است، برای دیدار با مادرش به ایران آمده بود که در دام نهادهای امنیتی اسیر گردید تا حکومت اسلامی از این طریق انگلستان را بابت پولهای پرداخت شده در زمان پادشاهی برای خرید تانک چیفتن و یک مورد مالی دیگر تحت فشار بگذارد و پولهای مورد نظر را وصول کند. به گفته حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، موکلش در پرونده جدید به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی محکوم شده است. بسیج برای کرونایابی 1200 میلیارد تومان می‌خواهیم. طرح بیماریابی بسیج که از آذر ماه سال گذشته تا
تحت عنوان طرح قاسم سلیمانی با تبلیغات گسترده جهت بیماریابی کرونایی آغاز شده بود، به دلیل پرداخت نشدن 1250 میلیارد تومان بودجه درخواستی بسیج شکست خورده است. این خبر از سوی یک مقام بسیجی اعلام شد، ولی او در این مورد که این طرح پیش از این دارای چه موفقیت و دستاوردی بوده سخن نگفته است. حکومت اسلامی از آنجایی که نیروی بسیج را یک نهاد جانبرکف و مؤمن و الهی معرفی می کند، معلوم نیست چرا چنین پول هنگفتی را می باید به افراد غیر متخصص در امور پزشکی و بهداشتی کشور بپردازد. قرار بود وضعیت ابتلای اطرافیان افراد مبتلا به کرونا از سوی گروه‌های بسیجی جهت اجرای قرنطینه از طریق پایگاه‌های بسیج در محلات نظارت شود، اما اجرای این طرح که میباید از طریق افراد فاقد دانش و تخصص درمانی انجام شود، در کمتر از 6 ماه با شکست کامل مواجه شد. یادآوری می‌شود طرح تشخیص کرونا از فاصله 100 متری که در یک نمایش مسخره با حضور رئیس سپاه سلامی و فرماندهان بسیج به عنوان دستاورد علمی سپاه و بسیج معرفی شده بود، یک روز پس از اعلام برای همیشه ناپدید گردید. دستاورد سپاه و بسیج ابزاری شبیه به بشقاب‌های دریافت ماهواره از پشت بام‌ها بود که پس از تمسخر عمومی در مرحله رونمایی با شکست کامل مواجه شد. پروازهای مرگ این بار از هندوستان. ماجرای پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به چین که در زمان اوج و آغاز کرونا در این کشور صورت گرفت و سبب آلوده شدن سریع مردم ایران گردید، این بار از طریق پروازها به هندوستان در حال تکرار است. در آغاز کرونا بیشتر کشورهای جهان و حتی همسایگان ایران مثل پاکستان که از نظر تاریخی روابط نزدیکی با چین دارند، رفت و آمد هوایی به چین را تعطیل کردند، اما آژانس‌های هواپیمایی ایران که تماماً به افراد صاحب نفوذ حکومتی تعلق دارند، پروازهای خود را نه تنها تعطیل نکردند، بلکه در آن زمان به تعداد پروازهای خود افزودند و چنان بلایی بر سر مردم ایران پراکندند که تاکنون هیچ از سرعت بیماری و مرگ و میر آن کاسته نشده. این در حالی است که کشور مبدأ یعنی چین در همان چند ماه نخست توانست بیماری کرونا را مهار کند. اکنون کشور هندوستان با جمعیت 1,300,000,000 خود سخت درگیر فاجعه کرونا است و روزانه گاه بیش از 300,000 نفر در آن به بیماری آلوده می شوند و بیش از 2,000 نفر جان خود را از دست می دهند. ظاهراً با وجود اعلام توقف پروازها به هند از دیروز یک شنبه، تعدادی از سایت‌های اینترنتی در ایران همچنان بلیت این پروازها را به فروش می‌رسانند که گفته می‌شود نرخ آن را نجومی تعیین کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد که برخی از این پروازها توسط ایرلاین‌های خارجی یا با توافق در مقصد دیگر انجام می‌شود و بلیت‌ها با قیمت‌های بین 8 تا 131 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در همین حال یک سایت دیگر که متعلق به باشگاه خبرنگاران جوان است، به نقل از آژانس‌های هواپیمایی نوشت فروش بلیت پرواز به مقصد دهلی نو همچنان ادامه دارد و فقط مسافر باید تست PCR داشته باشد. تردیدی نیست این پروازها حامل ویروس رشد یافته ای برای مردم ایران خواهند بود که همکنون کشور هند را تا مرحله فاجعه عمومی و سونامی کرونا پیش برده است. گفتنی است در ایران نیز کرونا به مرز تمام عیار فاجعه نزدیک شده و دولت و نظام درمانی و پزشکی کشور را توان مقابله با این ویروس نیست. بر اساس گزارش روز دوشنبه 6 اردیبهشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، طی 24 ساعت گذشته 496 نفر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 21,000 بیمار جدید در کشور شناسایی شده‌اند.